دوباره برگشتیم با شما هیجان هستیم. قسمی که در نخست هم با شما هیجان یادآور شدیم، ما امروز هم محتویات را انتخاب کردیم. شما هیجان که آگاهی ندارین میتونین تمام آگاهیتون را از طریق برنامه صبح خورشید دریافت بکنین. خوشبختانه که مهماندار هستیم، جناب دکتر صاحب پروین کبیر زاده با ما هستند که نو رئیس سازمان انسجام نخبگان ولایت بغلان هستند. در رابطه با دادخواهی صحبت های می داشته باشن، اینکه سازمان چقدر تونسته مشکلات مردم رو بازگو بکنه، چقدر فعالیت داشته، چقدر پیشرفت صورت گرفته بعد از اینکه مشکلات مردم را بازگو کردن. پس چه خوب است جزئیات بیشتر از جناب دکتر صاحب آگاه شیم. سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدید. سلام، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام بینندگان عزیز تلویزیون خورشید، خصوصا برنامه صبح خورشید. تشکر، سلامت باشین. آقای کبیرزاده، میشه در نخست در رابطه با سازمان انسجام نخبگان ولایت بغلان کم معلومات بتین مختصر تعریف بکنین همین انسجام نخبگان را؟ خب در کل سازمان انسجام نخبگان افغانستان در سال 1395 ایجاد شد، تأسیس شد، بنیانگذاری شد. در کل سازمان بوده که در پرتو اهداف خیلی بزرگ ملی و مردمی همیشه فعالیت های خود داشته و توانسته که در محدوده که فرصت کم زمانی موفقیت های خیلی بیشتر به جامعه اختصاص بده، چون که از آن جایی که از نام سازمان هویدا و آشکار است، سازمان انسجام نخبگان در کل ترکیبی را که داره برگزیده از جوانای خیلی فعال با درایت توانا که نخبه ها را تشکیل میده، در کل در این سازمان گردآوری شده و در این سازمان قرار گرفتن و به خاطر یک دورنمای خیلی بزرگ ملی و مردمی میهنی در کل مبارزه میکنه، به خاطر تامین عدالت اجتماعی، به خاطر آوردن تغییرات در جامعه، به خاطر از اینکه ما بتانیم در واقع به خاطر شفافیت، به خاطر دادخواهی، به خاطر فعالیت های مدنی اجتماعی یک روزانه امید باشیم برای مردم، برای کسایی که صدایشان خفته هستند، در کل صدای رسای مردم خود باشیم. فعالیت های خیلی مسمار و پیگیر داشته که خوشبختانه فعالیت هایش در کل بیشتر فعالیت های مرکزی هم از آدرس خود سازمان در کابل دایره تدبیر میشه و نمایندگی های خیلی فعال خود در شش ولایت افغانستان داره که نمایندگی بغلانش در کل مسئولیتش واگذار شده، محول شده برای خودم که پیش میبرم و یک سازمانی است که واقعا مردم بالایش حساب میکنه. بله، بسیار خوب. آقای کبیرزاده، ما مزد صحبت هایتون هم قطع کردم، شما یادآوری کردین که از ایجاد این سازمان دو سال میشه، یعنی در سال 1395 ایجاد شده. تا اکنون چقدر از مشکلات مردم من را حل کردین، چقدر مشکلات مردم را بازگو کردین، چقدر اقدام صورت گرفته در مشکلات مردم؟ بله، در کل کمی صدای رسای مردم خود هستیم. در واقع ما در صدد رای حل مشکلات برای مردم هستیم که در تلاش هستی هستیم که ما بتانیم در واقع مردم که با مشکلات عدیده و فراگیر مواجه هستند، در کل در حد توان تلاش ما می بوده که این مشکلات حل بسازیم و با یک عزم و اراده خیلی راسخ و متین در کل سازمان به او باورمند است، تعهد داره و سازمانی است که سازمان همگیر، همه شمول، افغانستان شمول است. در کل سازمان حزبی، قومی و سمتی نیست. ما به خاطر یک آینده روشن، به خاطر آینده که محور باید ایجاد شود که همه جوانای افغانستان روی یک محور جمع شوند، با دیدگاه اندیشه های خیلی ملی خود بتانند مصدر خدمت برای کشور و مردم خود باشند. و از هم مهمتر، همان گونه که اشاره داشتیم که سازمان انسجام نخبگان در کل یک روزنه امید برای فردای روشن است، چون که نخبه ها، جوانای فعال، جوانای تحصیل کرده در کل میتواند یک روزنه امید، باور، اعتماد باشه برای مردم و ملت. و از همه مهمتر، این سازمان در تلاش هستی است که تمام جوانا را روی یک محور، جوانای تحصیل یافته، نخبه را روی یک محور جمع بکنه به خاطر افغانستان، به خاطر بقای یک جامعه که ما در او بتانیم تامین عدالت اجتماعی را داشته باشیم، به خواستهای نیازهای اولیه مردم خود رسیدگی کنیم، به خاطر از اینکه در واقع هیچ بنبست صدرای جوانا، صدرای مسائل امور کشورداری و مردمی وجود نداشته باشه،
به می خط معاش روان هستیم، انشاءالله که تعقیب میکنیم. انشاءالله موفق باشین. جناب کبیرزاده، شما یادآوری کردین که مرکز این سازمان در کابل است و نمایندگی هم دارین. یک نمایندگیتون برمیگرده به ولایت بغلان، دیگر نمایندگی هایتون در کدام ولایت ها است؟ بله، سایر نمایندگی های سازمان در کل، یکیش خوب بغلان است، هرات است، هلمند است، کندوز است، تخار است که به شمول مرکز، چون که سازمان هست که نو ایجاد شده، نو بنیانگذاری شده، از فعالیتش دو سال، دو نیم سال مگذره و به می اساس توانسته که در شش ولایت مراکز خود بازگشایی کنه و به ادامه فعالیت های خود داشته باشه، که خوشبختانه قسمی که تذکر دادیم در این محدوده زمانی توانسته موفقیت های خیلی بیشتر را به جامعه اختصاص بده، به مردم اختصاص بده. همین که صدای رسای مردم خود هستیم، همواره دادخواهی های خود در سطوح و ابعاد مختلف داشتیم، ی خود در واقع همو نماینگر فعالیت هایی است که ما به او باور داریم. بله آقای کبیرزاده، قسمی که همه ما شما میدانیم هر سازمانی که هجات میشه به خاطر بازگو کردن مشکلات مردم هجات میشه، اسم مسئولیت میکنن، باز بعدش میرن یک سازمان هجات میکنن. این سازمان چگونه میتونن مشکلات مردم را نقد بکنن، یا مردم چگونه میتونن مشکلات خود را بر این سازمان ها ارائه بکنن؟ خب در کل هر سازمان، ساختار اجتماعی و شوراهایی که ایجاد میشه در کل امو بخاطر حل معضلات اجتماعی بوده، کشوری بوده، مردمی بوده. فلسفه شکلگیری و ایجاد تمام می ساختارهای اجتماعی، چی سازمان باشه، چی نهاد باشه، شورا باشه، بر بنیاد نیمی اصل گذاشته شده. باید مردم ما به این روشنگری پای ببرند که یکی اهداف اساسی سازمان ها در کل پل ارتباطی بین مردم و حکومت است. باید مراجعه کنند در همچو ساختارها، در همچو نهادها و شوراهایی که بدون شک حالا مردم ما به مو بیدادگری رسیدن، در واقع میخواهند که امی به خاطر رسیدن حق حقوق خود از کدام مجراها پیش برند، که خوبترین مجرا در واقع امی ساختارهای سازمان، امی سازمانها بوده، ساختارهای نهاد اجتماعی و فرهنگی بوده که باید هر از گاهی مشکلات خودم برای سازمانها در میان بگذارند، تا اینکه سازمانها و مشکلات مردم رسیدگی کنه و به ریشه اصل مشکلاتش بپردازه، که از کدام مجرا ممکن است، از مجرای قانونی، از مجرای حکومتداری و از کدام مجرا ما میتونیم به این مشکلات نقطه پایان بگذاریم. تشکر، سلامت باشین، از اینکه در برنامه تشریف آوردین. قسمی که آقای کبیرزاده هم یادآور شد که ما حس مسئولیت داریم تا ما بتونیم مشکلات مردم مون را، مشکلات جامعه مون را بازگو بکنیم. پس چه خوب است همکاری داشته باشیم با تمام نهادهایی که در این راستا کار میکنن. بالا هم میریم طرف بخش پیامخانه و شما بخش پیامخانه با مهدی جان.